دادن یک ستاد در سازمان برنامه بودجه تشکیل شد. بخشی از جلسات اقتصاد معاونتی هم معطوف به جهش تولید شد. همپوشانی بسیار زیادی دارن توی جهش تولید. در مقدمه صحبت هم از ضرورت جهش تولید در شرایط امروز هم من صحبت کردم که از اون صرف نظر میکنم. یک اقدام اصلی ما سیاست‌های تولید رو با سیاست‌های پولی و مالی و بازار سرمایه و سیاست‌های تجاریمون همسان کردیم. این اقدام ضروری بود و برای هر کدوم از بخش‌ها هم راهبردهایی رو دیدیم. در بخش صنعت به عنوان مثال تأمین مواد اولیه کارخانجات یک راهبرد ما بود. راهبرد دیگه اون تأمین و تقویت ساخت داخلی بود. ما خود با کمبود ارز روبرو بودیم، با تخصیص ارز روبرو هستیم برای تولید که بتونیم جهش این انجام بدیم. تصمیمی که گرفتیم بر این اساس بود که از ارز حاصل از صادرات خود صنعت و معدن به وزارت صمت اجازه داده شد که با هماهنگی بانک مرکزی همون ارز رو برای تأمین مواد اولیه به کار بگیره. این اتفاق از بوروکراسی ما کاست و کمک به ما کرد در جهت جهش تولید حرکت بکنیم. کار دیگه‌ای که ما انجام دادیم در جهت تقویت ساخت داخل و تأمین بود. سال 92 من از آقای دکتر ستاری پرسیدم، دانش بنیان بود، اسمش بود، مفهومش بود، ولی چیزی به عنوان شکل دانش بنیان به این شکل که برای امروز گسترش پیدا کرده مطرح نبود. ما امروز 5000 شرکت دانش بنیان داریم. اینها در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، تو آیتی، تو بخش خدمات، تو سایر بخش‌ها هر کدوم مأموریت پیدا کردن. اقلام و کالاهایی که ما وارد می‌کنیم در داخل تولید کنم. من مایلم به استحضار شما برسونم. امروز 1600 ردیف از مجموع وارداتمون احاله دادیم به تولید داخل. این در راستای جهش تولید بود. دو نمایشگاه برگزار کردیم، نه اینکه کالای ما رو بخریم. گفتیم کی میتونه این کالاها رو تولید کنه؟ ما سنت همچین نمایشگاهی رو نداشتیم. اینها در این جهت بود و برای نمایشگاه بود.